بیننده های خوبی برنامه ای از آریانا تاریانا تا تی بی کامپلکس سلام و یک سلام خاصه برای کسایی که تازه به برنامه پیوستن میکنیم هموطنان خوبیم شما در جریان هستین که ما منزل تکوی شفاخانه آریانا را مورد بررسی قرار داده بودیم امروز نوبت بخش لابراتور است بخشی که چشم دکتر است بریم ببینیم که اینا چه فعالیت و چه خدماتی دارن که سایر ها ندارن با ما همراه باشید سلام السلام ما از برنامه از آریانات آریانات بی کمپلکس آمدیم آمدیم که از شما بشنیم که ببینیم اینجا کجا هست و چه کار میکنین و چطور تانستین که یک لابراتوار مجهز و استندد و متفاوت باشین ممنون تشکر از شما و از بینده هایتان اینجا بخش لابراتوار آریانا تیوی کمپلکس هست و در این بخش ما لابرتوار را به سه مرحله تقسیمات کردیم که مرحله فری انالایتیک است انالایتیک است پست انالایتیک است فری انالایتیک یعنی مراحل قبل از معاینات انالایتیک در جریان معاینات و پست انالایتیک بعد از معاینات اینجا که شما حالا تشریف آوردین این مرحله فری انالایتیک است در فری انالایتیک ما بخش نمونهگیری ماسیجه این کارها را انجام میتیم شما میبینین چطور دکتر سر مستقیم سوزن شما نزدین که از طریق امپول خون بگیرین؟ چون در سرنج خون گرفتن کریتریای خاص خود داره در کریتریای سمپل دقت سمپل چون قطر سوزن به اندازه مشخص دیجه است و همچنان نظر به مقداری که نیاز است در تیوپا امون ما سمپل میگیریم و میتونیم به چند نو تیوپ متنوع سمپل بگیریم البته با با استفاده کردن یک سوزن یک سوزن میتونیم با پنجشش تیوپی که ایجاب میکنه با مقدار نیاز ما خون بگیریم بسیار عالی ما میخوام همین چه دبی از پدرجان سوال داشته باشم پدرجان دفی چندو میتونه آمدین تشکر بخیر خیر و رام باشین ما شخصا کو مریضی تداوی که فعلا روز دو روز گرفتیم خودم فعلا آمدیم که باری اول است دیگه پایواز دیگه مریضات بودم دو مرتبه دیگه پایواز دیگه مریضات بودم از این شفاخانه کامیل رضایت داریم در دا بخش مریض قبلی که ما داشتیم بنابراین الارژی یک نوع احساسیت بود که دکتر صاحب عدلوحید صدیقی متخصیص خوبی با تجربه این شفاخانه رو تدوی کرد ما از اون بسیار رضایت کامیل داریم شکر خدا که سودومان شد باز امیال دوباره تمام شد و دوایی که به ما داد دا و باز مراجعه کردیم که دوباره دوا بگیریم بسیار عالی پدر جان قبلا هم خون داده بودین شما کاملا نه در افغانستان ای معمول از که وقتی که مریض میشی در مار شفاخانه پروسیجر شمیز که باید امو زم... چیز هم... پروسیجر یا تمام کنه بگیرم به با نظر پدرجان پدر جان آ... تانوس شفاخانی به این روشی که امروز از تان خون گرفتن دیده بودن که تان خون گرفته باشه یا خیر؟ آ... متفاوت به این بود که در هر جایی که ما خون دادیم به یک تویب آ... ما خون دادیم آلی دستی تویب یا چار تویب به ما از ما خون گرفتند به خاطر مایناتم کامین رضایت دارم گفتم من یک چیزی خوبتر و بهتر از شاید یا بخود داشته باشن سام این بخشی سامونالاتشان تشکر پدر جان <مازال> ان شاء که شفا باشه خوب است بیاین بریم داخل خوبی لابراتوار بعد دکتر سی اونجا زیادتر میشنیم بفرمایید دکتر سی مراحل <مازال> فری گفت که گفتم تا این مرحله می باشه خط سیاره شما میبینین تقریبا 5 برسی صورت میگیره تا وقتی که ما انگامی که سامپل از مریض میگیریم قبل از اینکه سامپل بگیریم مشخصات مریض سنش نامش با نسخه ای که دکتر برش ماینات توصیه کرده مطابقت داده میشه یک همکار ما اوجه بررسی میکنه همکار دو مرحله دومش اوجه بررسی میشه مرحله سومش ایجه بررسی میشه که به نام یا ریجکتینگ کریتریا است که آیا امیس نمونه ای که گرفته نمونه قابل قبول است یعنی به مو مقداری که نیاز است به مو مقدار گرفته شده آیا ما به اون معاینات به چقدر نمونه نیاز داریم نظر به ضرورت نمونه ایجاب میکنه نمیکنه اگر کم بود نمونه از نمونه پس ریجکت میشه اگر قابل قبول بود نمونه آماده میشه به دپارتمنت هایی که ایجاب میکنه او جمیره نمونه ماینات خود اونها انجام میتن او تشکر دکتر سه برای یک سوال است که رش مردم یا تعداد زیاد از مردم مشهور که شفاخانه کمپلکس است تعداد زیادی می به خاطر معاینات شما چی کار میکنین که اشتباهات بر در قسمت راپوردهی د قسمت گیری و هم معایناتی که میخواین انجام بدین تشخیص بونین صورت نمیگیره سوال دقیق و بجا ممنون از سوالتان دقیقا هنگامی که ما این مراحل به سه مرحله که تقسیم کردیم مراحل فری که گفتیم امو فوکس امو امو تحرکیتی که وجه صورت میگیره بسیار دقیق یعنی مریض استپ به استپ پیش میره یک همکار دو همکار سه همکار ما میتونه همزمان سمپل بگیره اما امو مشخصات کریتریای گفتم به پذیرش سمپل هسته سریال نمبر مریض است ایدی مریض است و لابراتوار آی دی است نام مریض است سن مریض است تخلص مریض است ریفر دکترش است این شش مراحل بررسی دقیق میشه باز بعد از و از مریض سمپل گرفته میشه برای سوال خلق شد شما فایل ها را اینجا چی میکنین؟ اینجا بخش یا بخش لابراتوار؟ <تص> تشکر سوال بسیار بجای است ممنون این فایل ها را شما میبینین تمام کارهای ما از مرحله فریان شروع طبق ایسوپی سندرد آپریتینگ پروسیجر تمام کارهای ما طبق ازو اصول یک اصولی از داخل از این فایل شما که میبینین ورقایی که از تمام اصول نوشته شدگی است و قبل از کار شروع بکنن اول مطالعه صورت میگره طبق ازو اصول کار پیش میره از استاندارد بودنشان می‌بینم تیمی که سخت صادقانه کار میکنن و وسایل و تجهیزاتی که اینا دارن مرا بسیار امپریس کرده و خوب است بریم ببینیم که یک از دکتر صاحب اونجا مصروف است یک سوالی از اونا هم داشته باشیم دکتر صاحب سلام ببخشین وقتی تانم گرفتیم ما یک سوال داشتیم علیکم السلام بفرمایید شما اینجا دقیقا چی کار میکنین؟ فیلن ما دی بخش کار میکنیم بخشی کلینیکال پاتولوژی هست که از آلی که ما ماده استفاده میکنیم عبارت از میکروسکوپ است که میکروسکوپ معمولا بر هر کس یک آیدی ازش دارن میکروسکوپ یک آلی است که چیزایی که ما با چشم دیده نمیتونیم در وسط از ما میبینیم معمولا ما از بلد یا خون از فلوید های مختلف بدن از او زیر تحت میکروسکوپ ماینه ما میکنیم شکر هموطنان خوب خوام یک صحبت دیگر را در دا قسمت داشته باشم چطور آریانا آریانا بی کمپلیکس شد واقعا وقتی می میبینیم جایی که قبلا هم گفتم چشم دکتر از ستون بخش سیهی یک شفاخانه است میبینیم وقتی اینقدر استاندارد ها داره و اینقدر پرسونل مسلکی داره طبیعی است که آریانا آریانا بی کمپلیکس می شود همکارای زیاد اینجا مصروف هست خوب است که یک سوال بکنم این ماشین برای من ما هر خام معلوم میشه و بسیار ظاهر زیبا هم داره خوب است دکتر صاحب در برای من معلومات بتین که شما با این ماشین چی کارا میکنین ممنون این ماشین بخش بایکمیستری ما سی دپارتمنت بایکمیستری است ماشین هایی که ما ایج استفاده میکنیم ماشین های مجهز و با تکنولوژی جدیدی که داریم از بهترین کمپنی های جهان است که تایید شده اداره FDA دی امریکا می باشه این ماشین به نام کوباز 311 یا کوباز 3 کوباز 311 است که از کمپانی روش جرمنی است و ما در این معاینات عمومی با کیمستری یا معاینات بیوشیمی را انجام میتیم که لیپید پروفایل است ال اف تی است ار اف است و یک تعداد ماینات ایمونولوژی است و این ماشین انجام میشه البته قبل از اینکه ما معاینات انجام بدیم تمام مراحلی که برای یک ماشین ایجاب میکنه تمام اس او پی هایی که برای ماشین باید تطبیق شود قبل از انجام ماینات او اس او پی ها را ما تطبیق میکنیم بعد بعد از او ماینات شروع میکنیم ماینات انجام میدیم تشکر این ماشین به خاطر مرا توجه ما جلب کرد که بسیار یک ظاهر زیبا داره به خاطر که زیباییش ما دیدم اما دکتر برای ما گفت که واقعا چی یک ماشین خوبی است و چه ماشینی هست که بسیار از ماینات متسخت یعنی ماینات بیشمیکی را اینجا انجام میتن و حتی دکتر سای برای ما یادواری کردن که اینا امو استانداردهایی هایی که این ماشین باید کار بکنه اونموت یک فضا را برش آماده کرده اما تنها عزیز یک ماشینی که نسبت به همه ماشین های دیگه هم برای من متفاوت است اینجا میبینم خوب است که از مسئولش بپرسیم که No, اینجا چیکار میکنه دکتر صاحب سلام خسته نباشین شما در حال چه کاری هستین و این ماشین چیکار کار میکنه سلام دکتر صاحب محترم بسیار خوش آمدین به شما ما و خوب شد که شما خواستین لابراتوار را بر مردم و بر جامعه مرفی بکنین چون لابراتوار یکی از بخش های بسیار اساسی بخش تشخیصی یک شفخانه می باشه ما این ماشین ماشین کوباس ای فور بلوان است که تستای اسپیشل کمیسی رو تمام تستای هورمونی دی ماشین استفاده میشه و خب دی ماشین با جست کارهای روی کارای زیادم دیگه ماشین انجام میده که در زمینه تستای هورمونی فعالیتش بیشتر است و یکی از ماشین های بسیار مدرن و ورژان جدید کوباس که فعلا نمی ماشین در اروپا و در امریکا در تمام دنیا تقریبا رایج است استفاده می میشه پس ما شوخی یک شوخی خوب است همین جوانایتان داشت بی دلیل خی موهای سرتان کم نشده واقعا کارهای جنجالی و بسیار جدی و مهم در بخش شعبه دپارتمنت لاورتاش شما انجام میده خیلی نشه دوره دومش است یک بار کشت کرده بودم تشکر همتران خوب این بود یک دیدار کلی یک دیدن کلی از تیم لابرتار. اما من من خیلی سوال ها که من خوب است از مسئول بخش لابراتوار آریانا بپرسم که تیم مسلکی بخش لابراتوار آریانا اینو چه کار میکنند تا یک مریض صد فی صد باور کنند راپوری که در هر بخش میده چی بخش بیوشیمی است چی بخش کمیستری و مو بخش های خودشان ها که دارن چطور یک مریض باور کنه که صد, و صد کارشان دقیق است و از اون مهمتر یک دکتر مطابق اینمی مایناتی که اینا راپور دادن برای مریض دوا شروع کنم و مریض شفایاب شوه دقیقا جناب دکتر سیب ما طبق پی که براتون قبلا یادواری شدم در فایلای که موجود است طبق ازو برنامه ما پیش میره یعنی قبل از اینکه ما ماینات مریض انجام بدیم اما مراحلی که ایجاب میکنه که عبارت از کیو ای از کولیت اشورنس هست بعد از او کیو سی هست منتننس ماشین روزانه است هفتوار است ماهوار است شش در شش ماه شش ماه هست و سالانه است و استانداردیزیشن ماشین است و همچنان کوالیتی کنترول روزمره با لیول هایی که ایجاب میکنه با دو لیول با سی لیول اول ما انجام میتیم اگر کلد کنترول نتیجهش قابل قبول بر ما بود باز بعد از او تست مریضه در اون ماشین انجام میدیم یعنی تا مطمئن نشیم ماشین آماده است شخصی کار میکنه رجن مشکل نداره درجه ارات ار اتاق تمام چیزایی که ایجاب میکنه آماده بود باز بعد از او تست رن میکنیم از تست خود مطمئن هستیم از نتایج معاینات تشکر دکتر سه برای یک سوال هست که شما در این قسمت سمپل های متفاوت را میگیرین چی از فلویت است چی از خون هست و یا سمپل های متفاوت دیگه که لازم نیست من نامه شنو بگیرم شما وقتی که کار بالای از او خلاص میشه به خاطر از اینکه تشخیص بونین او سمپل ها رو چیکار میکنین اگر او به دسترس یک یک آدم عادی یا یک شاروالی که کار میکنه صفاکاری میکنه دیدی بیفته خب امکان داره خب ممکن ما امراض های ساری هست شما میدارین دقیقا که انتقال میکنه باز چی خواهد شد شما برای از چی منیجمنتی دارین به خاطر ویست منیجمنت هم که مراحل پست آنالیتیک است برای از او هم ما چیزایی را مد نظر گرفتیم که سمپل های لیکوید در کدام سطل, سطل یا ویستی که ایجاب میکنه انداخته شوه و سمپل که جامد است در کدامش انداخته شوه و سمپل که آلوده نیست او در کدام سطل کسافات باید انداخته شود او به رنگ های مختلف طبق ایزوپی دیزاین شده شما بهتر میدانین اوجه میبینین سه رنگ است هر کدامش مواد مخصوص خود باید دو ما بیاندازیم و خاطر از اینکه در اجتماع برای اجتماع مضر تمام نشه و کسی توسط از این ملوث نشه و ما امو وظیفه ایمانی و وجدانی خدا بتانیم و درستی انجام میتیم این مراحل مد نظر میگییم تشکر زنده باشین دکتر سه بسیار خاطر مردم جمع شد که وسایل طبی که استفاده میشه در بین از اون سمپلایی که می باشه مسئول است و با یک مدیریت درست از شفاخانه بیرون رانده میشه و و بعد از او کارایی که برای از بین بردنش هسته پلان گرفته میشه یک سوال دیگه برای من شد که راپوردهی شما چطور است؟ راپور راپورتان فقط به دست به اطلاع خود مریض میرسانید که اینی مرض داره یعنی یک راپوری معمولا که دیگه کارایتان استاندارد داشت استاندارد های خود رایت کرده بود این کار انجام بده به خاطر دقت کاری ما ما بخ... الا مرحله ای که به راپوردهی میرسه هفت مرحله را مد نظر گرفتیم یعنی هر کدامش یک دفعه بررسی میشه تا هفت مرحله میشه که عبارت از بخش خونگیری از اوجا بررسی صورت میگیره بعد از او کسی که نمونه را انتقال میکنه بررسی دوم او انجام میته ټول مرحله کې مې آی ا په سنټرفیوج میکنه آماده میکنه سمپل تا د ډپارټمنټا بره دا, دا هم یک بررسی صورت میگیره مرحله چواره کې مسول ډپارټمنټ است ورقه ویني همراي سمپل مطابقت مېته مطمئن شوت باز بعد ازو میتونه د ماشين معاینات او ټیسټ وکنه و مرحله پنځومي کې ایجاب میکنه ایجا مسول ډپارټمنټ است بعد از بررسی مې را ده همکارای ما کې چې شما وینین دا راپور دی مسئولیت راپوردی را دارن اینا هم مطابقت می تا. مطمئن شد که این مریض این نتیجه از این مریض است بعد از او پرند میکنن و مرحله نهایی که صورت می مسئول لابراتوار است که او بررسی دقیق انجام می تا. بعد از او امضا می یا ریویو میکنه او نمونه او نتایج بر مریض تقدیم میکنه و در مرحله نهایی که در بیرون از لابراتوار صورت میگیره که بخش رسیپشن ماست تمام موضوعاتی که بر مریض ایجاب میکنه عبارت از نامش است سنش است آی دی لابراتوار است شفاخانه است و از خود راپور نمبرش است مطابقت میت با بل مریض بعد از اون راپور بر مریض تقدیم میکنه همتنان خوب بیننده های عزیز برنامه از آریانا تا آریانا تیپی کمپلکس امروز در این برنامه ما و شما دیدیم که بخش لابراتوار آریانا تیپی کمپلکس چه استاندارد هایی دارن و چه ماشینالاتی که تایید شده اف دی ای آمریکا می رو با خود دارن و گپ مهمی است تمام سهولت باشه ولی یک کسی که مسلکی نباشه نباشه همه چیز باطل است که الحمدلله بخش لابراتوار آریانا یک تیم مسلکی هم داره فکر می کنم شما به اندازه کافی از این برنامه لذت بردین برنامه بعدی را با ما همراه باشین تا برنامه بعدی خدا نگهدار